مجموعه دانشجویی حامیان صداقت افشا می کند. با نزدیک شدن به انتخابات، حلقه زر و زور که عملکرد دکتر احمدی نژاد را با منافع خیش در تضاد می بینند، در سناریوی مفصل نقطه اصلی قوت دولت، یعنی صداقت با مردم و اعتماد متقابل مردم را مورد هدف قرار دادند. ابتدا از ماها قبل با تکیه بر بدنه کارشناسی وابسته به خود آمار اعلام شده از سوی دولت را زیر سوال بردند و به تدریج آمار نهادهای رسمی و بین المللی را نیز نادرست خواندند، تا جایی که زمزمه دروغگو بودن دولت را مطرح نمودند. در اوج این سناریو در مناظره بین آقایان موسوی و کروبی، طرفین آقای احمدی نژاد را در کمال بی‌انصافی و بی‌اخلاقی 17 مرتبه به صورت مستقیم دروغگو خواندند. این سلسله با جملات کنایه‌آمیز آقای رضایی همچون من نمیگویم خدایی نکرده ایشان دروغ میگوید تکمیل شد. در ادامه این سناریو مجموعه کلیپی با عنوان نبرد سیاسی در حجم میلیونی توزیع شد. مجموعه دانشجویی حامیان صداقت سکوت در مقابل این حرکت مبارزانه و ظالمانه را جایز ندانسته و تلاش نموده است به عنوان نمونه چند کلیپ را مورد تحلیل قرار دهد، تا بدین وسیله مشخص شود که در نبرد سیاسی در ادامه همان سناریوی تنظیم شده از سوی حلقه زر و زور چطور دولت مردمی مورد هجوم غیرمنصفانه واقع شده است. در این فیلم آمده نهایت مدعا و داشته های مخالفان تفکر آقای دکتر احمدی نژاده. وقتی که آقای دکتر احمدی نژاد مبارزه طلبی میکنن، تحدی میکنن که هر کس یک برگ سند در فساد اقتصادی، در فساد سیاسی، در مقولاتی که اساس انتخاب مردم رو میخواد شکل بده از بنده داره رو بکنه، افرادی که مخالف تفکرشون هستن یه چنین فیلمی رو در سطح کلان و گسترده تکثیر میکنن. نشون میده که اگر چنین مجموعه‌ای با تمام ثروت، قدرت، نفوذ و ادعایی که دارن کوچکترین سندی قابل دفاع در محکمه اسلامی داشتن علیه آقای احمدی نژاد، قطعا اون رو رو میکردن. لذا این فیلم نشان دهنده عمق ادعای مخالفان تفکر دولت اسلامی است. حدس بزن. ببخشین چیو؟ حدس بزن. ببخشین چیو؟ ببینه آیا من اصلا از بودجه شما یه سر سوزن منحرف شدم؟ نه. یکی از موجوداتی رو که خداوند متعال خلق کرده مگس. رویه مگس در زندگیش اینگونه است که همیشه رو بدی ها میشینه. یکی از آفاتی که در نقد وجود داره این هستش که ما از این استعاره مدیریتی یا به این استعاره مدیریتی مبتلا بشیم که نقدمون نقدی مشابه رویه مگس باشه، یعنی تنها اون جاهایی رو که کثیفی و بدی است ببینیم. جناب آقای علی آبادی، جناب آقای علی آبادی موفق مدیر، مدبر و کاربلد در شهرداری، حالا در قسمت ورزشش رو اجازه بدید بعد از دوران ورزش بگیم، چون اینجوری تشبث میشه. آقای یکی از مستمسک هایی که در مجموعه